ناصر جون آفرین بابا، من باور نمی کردم که تو به این خوبی بخونی. متشکرم بابا. حالا اگه لطفی به بنده دارید اول اون 200 تومانی که ازتون مساعده خواستم به ام بدین تا یه دست لباس بهتری واسه خودم بسیار خب 200 تومان بهت میدم، از امشب هم 16 تومان رو به اضافه میکنم. وایسا تو برات بیارم. ها چیه؟ اون یارو رو نگاه. چرا رفتی؟
احمد خون چیه؟ یارو رو بیزه بس بازی در آمار برد رخت من رخت میخوام بخونین برام من رقاشی آقا جون من میخوام رخت گوش کنم رخت گوش کنه ساعت 12 کار تموم شده ما هم داریم میریم منظر شما هم بفهمید استراحت معلوم میشه هنوز منو نشناختی به خدا با پول خورد میخرم توهین نکنید آقا عرض کردم مشروبتون رو خوردید بفهمید منظر استراحت کنید من نمیخوام استراحت کنم تو داری به من توهین میکنی عجب گیری افتاده مشروبشو خوردم افلاش اسما آورده میزنم دکننده تو خورد میکنم اول حسابتونو بدید بعد باره بابا تو هم وقتی آوردی آقا جون به زبون خوشیتی که واسه ما میرسی یا به دنم شل و بله باره باره این سر خجالت بکن با خودم چهل سلو بستی آقا جناب سرمان من از این دوتا مزگون چی های خیلی کلاقه رو شکایت دارم به جلو بخواهم ساو والا جریان چی بوده؟ مالو جان سوال به نظر من هیچی بله آقا جریان چیه؟ بفرمی جریان 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 هیچی جریان هیچی حالا شکایتتون چیه؟ شکایت اونم هیچی شما شکایتتون چیه؟ هیچی هیچی با آقا شما برای چی گفتی شکایت داری؟ هیچی شما شکایت نداری؟ برم هیچی اونم هیچی اینم هیچی اربابم هیچی چی شدی؟ هیچی بابا میری شدا فلاسا می داخلی عرب برو دفلسی بیه ناسه جونی میری او بیداده آقا شیوری میدره تو فقیر بیچارا بده بره آقای مزغونچی برو خدا رو شکر کن که من فردا میخوام برم مسافرت و الا به این جودی ها ولت نمی کردم مریم ترین تا نیم ساعت دیگه حرکت میکنه انشالله در 12 روز دیگه برمیگردم مریم از روزی که مادر خدا بیامرزت مرده تو دیگه خانوم این خونه هستی جون تو و جون خونه تکلیف من چی میشه؟ اگاهی نادر تو هنوز مدرسه نرفتی؟ دیگه چی میخوای؟ میخوام منم با آسان سنتور یاد بگیرم تا نظرینم کلاس موسیقی مدرسه نمیدم از درس دقب میمونی بابا سنتور چیه؟ من از درسم عقب میمونم؟ من که شیر نر کلاسم تمام درسام فوت آبم نادر جون من به پاپا سپردم که معلم سرخونه برام بیاره که گیتار یاد بگیرم هر وقت آورد تو هم میتونی پیشش سنتور یاد بگیری پاپا رو ولش پاپا اگه تابستون عرق کنه تو چله زمستون میگه هوا چقدر گرمه برای علاقمندان آن اکنون از این دوستاران موسیقی غربی دعوت میکنیم به این خفه سلام از میکنم آقا مرمتی سلام امید جان کجا بودی بابا؟ تلگراف خونه بودم با عجله آمدم که به موقع برسم خانم حال شما چطوره؟ بد نیست هی آفتاب خورش ملسه باز نمک ریختی بیمزه؟ مگه حمید خان هم قد توه؟ خدا حفظش کنه نمکاش به راحتی از نمک دون میریزه خب دیگه من باید برم حمید جون بیا جلو صورت تو ببوسم راستی فراموش نکنی به دفتر سر بزن مواظب مریم و نادرم باش چشم قربان بنده به تمام کارهای تجارتخونه شما رسیدگی میکنم در ضمن تا ایستگاه هم در خدمتتون هستم قربان راضی به زحمت شما نیستم اختیار دارید چه زحمتی قربان بنده غلام شما هستم
خاکسارم خانوم، جان نثارم قربان. متشکرم. خب مریم جون، من دیگه رفتم. تو هم مواظب خونه باشی. چشم. خداحافظ نادجان. خداحافظ بابا. خب خانوم، مواظب باشی. میتونی نکنی. نمیگم نشی. بریم. خواهش میکنم. دیدیش بگو داری میره. راستی پاپا جون، تکلیف نادره معلوم کنه. میگه بعد من ببری کلاس موسیقی سنتور یاد بگیرم. هرچی خودت میدونی بکن. من که گفتم تو خانوم این خونه هستی. اما گوش کن، در غیاب من کاری بکن که حمید خان ازت ناراحت نشه. خدا حافظ. مشکل میزنه ها، آدم حالی به حالی میشه. سلام عرض میکنم. تمنا دارم بفرمی. عجب میشه ناکه داره. آقا این صندلی گاف میگیره. بیا دندونشو بکش. چیزی نیست، عیبی نداره. الان درستش میکنم. وای خدا مرگم بده. خیلی معذرت میخوام خانم، پایش لغ بود در رفت. بفرمید رو اون صندلی. ببخشید. متشکرم. معذرت میخوام. همینجا میستم، اینطوری راحت ترم. آقا این صندلی ها رو از کجا خریدی؟ نشونشو به ما هم بده بریم بخریم. ساکت باش بیادم. خب آقا شما وقتی اینی داریم به این بچه سنتور یاد بدین؟ والا من 15 روز این کلاس رو دایر کردم. تو این 15 روز هم 6 نفر اومدن اسم نوشتن. یکیش روز اول منصرف شد، یکیش هم روز دوم گفت اینجا را دوره، یکی هم کارمند اداره بود منتقل شد، یکی هم بعد از 3 روز کار شدن گفت استعداد ندارم. خلاصه هر کدوم به یه بهانه منصرف شدن. خب فارسی بگو. یکی مردا شد و یکی هم به غضب خدا گرفتار شد. گفتم ساکت بی تربیت. من بچه رو آوردم پیش شما سنتور یاد بگیره. خودم خیلی علاقه دارم گیتار یاد بگیرم. با این دست چطور شما روزی یک ساعت تشریف بیارین منزل ما؟ این نهایت افتخار من است. بنابراین اگه وقت دارین از فردا تشریف بیارین منزل، هم به من گیتار یاد بدین هم به نادر سنتور. البته وقت شما رو زیاد نمیگیریم. اما میای خونه ما باید تیشرت رو درویش کنی ها. هرطور احمد. پس با اجازه فردا ساعت 4 بعد از ظهر که نادر از مدرسه میاد شما رو میاره منزل. اطاعت میشه. خدا مرحمت بیا. خدا حافظ. طرف بیاد. از اینجا؟ آره. تلفن کنم. مواظب.
سلام، خوش اومدید. مرسی، سلام عرض میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله بفرمایید، ولی زود مشغول شد که یه ساعت بیشتر وقت نداری. باز حرف زدی بیمزه. برو به خدیجه بگوی خونه میوه بیاره. متشکرم خانم، راضی به زحمت شما نیستم. بچه سرمون رسته دنبال نخستی ها. راسته خانم، من فراموش کردم برای اخوی سنتور بیارم. شما گیتار و سنتور تهیه کردین؟ اتفاقا منم دیروز فراموش کردم که بهتون بگم گیتار و سنتور برامون بخرین. اشکالی نداره خانم، گیتار خود بنده هست، برای اخوی هم میرم از کلاس سنتور بیارم. به 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 به، مریم ما قاق شدیم، تو میخوای اول شروع کنی؟ مگه نگفتی اگه آقا بیاد اول نوبت توه؟ ناراحت نشید آقا پسر، از سایه میرم از کلاس براتون سنتور میارم و اول به شما درس میدم. نادر باز حضوری کرده ای؟ ناراحت نشد آقا این بچه یه خوردم شیطونه. آره جونه تو، من بچه میدونم چه ته. با اجازه شما از سایه میرم از کلاس براشون سنتور میارم. ببخشید. حقه از قیافه یارو خوشت اومده، یه وقت نگه فلان حالو بود و نفهمید. باز فضولی کردی بی معنی. خب حق هم داره که خورده ناجوره، اونم که عیب مال نیست، مال باید بارو باشه. برای گرفتی این حرفا چی میزنی؟ باشت ببینم الان پدر پدر میدارم. مگه ما رو پدر که دنبالم میکنی؟ آره جنا خوده بس تو میدونم میدونم چه که آره جنا خوده خوب شد؟ خوبه؟ خیلی خوبه؟ نه نه نه، اینجا 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 نه لا یه دقیقه صبر کن، الان همین آهنگو میخونم، گوش کن بعد بزن. La 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 la. خداوندا دل زارا. خواهش میکنم. مرسی. ری می فا سو لا سی. خب این دوازده روزه خوب پیشرفت کردم یا نه؟ بله خیلی پیشرفت کردم. اگه حلزونه نخوری و همه جوری هم بری جلو آخرش چیزی میشی. راستی پاپا از مسافرت برگشته، برم یه خود ازش پول بگیرم براتون بیارم. اختیار داریم خانم، این حرفا چی؟ میترسی چی؟ بذار بیاری اون از دوزه خلیجه ببخشه. پاپا خب آقا معلم ما چیزی یاد گرفتی یا همون آقایی که
بفرمید این 300 تومن خدمتتون باشه. زمنان قیمت یه گیتار و سنتورم بپرسید تا فردا پولش بهتون بدیم برامون بخرید. اختیار دارین خانم، برای پول عجله ای؟ میدونم عجله ای نبود، استدعا میکنم پول گیتار و سنتورم فردا بهتون میدم. خانم من برای پول به شما تعلیم نمیدادم، گیتار و سنتورم هم قابلی ندارم. آره بابا من میدونم واسه چی به ما دست میده. آخه ما دیگه خجالت میکشیم، الان چند روز گیتار و سنتور شما اینجا. خواهش میکنم بفرمایید. سلام عباس آقا، چطوری جنه؟ حالا خوبه؟ خوش بیدیم شو؟ خوب الحمدلله. کجا؟ لابو در حاله داریم میدیم کاباره ها؟ آخه امشب یه آهنگ جدید داریم، باید زودتر برم تمرین بکنیم. برو به سلامت، اما گاگوداری هم یادی اما بکن، این قدم خودت واسه ما نگی. ما مخلص شاخ سیویل تیم عباس آقا. این فرمایش ها چیه؟ نود کردم زمین خوردتم، آخه ما ناسلومتی 7 سال تموم همسایه بودیم. خب دیگه مانه سلب آسایه شد نمیشم، برو. تو مثل این که یه چیزی میخوای بگی و رود نمیشه. آره یه موضوعیه، این که برو به کارت برس. خب اونه ایچه نشد عباس چون باید بیرو درواسی بهم بگی چه تو. آخه چی بگم نود کردم داشت کوچیکی گرفته، حالش خیلی بده، ما هم جون ناصر خان ناکه ناکی. حالا داشتم میرفتم قهوه خونه داشتی شاید بتونم یه پولی از بچه ها بگیرم. خب مرد حسابی، این که دیگه رو دروسی نداره، آدم یه وقت سن نار تو جیباش پیدا نمیشه، یه وقت هم برای یه شی معطله. بیا من 300 تومن دارم، اینو بگیر تا دیر نشده بچه رو برسونش به دکتر. خورتونتو ناصر دیم ازت ممنونم، خدا عزتت بده. عباس جون به خدا بیشتر نداشتم، بلا هر چی میخواستی بده. به دماغ چهت کن به قربانت این نماغ چه دیگم به دماغ. خدا ابرو بالا میندازه پا به تا، سیاه چشمش مرا میزنه صدا. ابرو بالا میندازه پا به تا، سیاه چشمش مرا میزنه صدا. گیس طلا بول بره رو کمر بولی دل دل گیسوی او شام دل رو یه بوسه بود این همه ناز میره سر بالا. پای خرمنا ای گل ریحون رو تو برگردون. شاخه میخکم سبزه ترم، بوی پیراهنت عطر گل ترم. شاخه میخکم سبزه ترم، بوی پیراهنت عطر گل ترم. آیه بشینم ببره گلی نو مسات سره، عشق تو ای برگ گلم ریشه زنده توی بلم. میره سر بالا پای خرمنا ای گل ریحون رو تو برگردون. ابرو بالا میندازه تا به تا، سیاه چشمش مرا میزنه صدا. ابرو بالا میندازه تا به تا، سیاه چشمش مرا میزنه صدا. گیسو طلا گل بره رو
کمر بریش دل دل گون گیسوی اون شام دران یه بوسه و این همه ناز میوه سربادا پای خرمنا ای گل ریحون رو تو برگردون میره سربالا پای خرمنا ای گل ریحون رو تو برگردون اینی خوشباله کاش که ویولون برام قطع ویولون تو بالا من سرباز داده بیچه خیر شده آیو کمرم آخی آسه جو حالا که من عبدالله شگد خوستی پیدا کردی ها ای یه خود تلوی حاتم بخشیاتو بگیری ای سالا بردت خوش تو ببینی من به تو گفتم تو چرا نگفتی خوشی نگفتی تو گفته بودی ببینم تو نگفتی یا من بزنم راستی تو مزگوشی این کافه نیست تو مزگو میزنی نه من فقط گیتار میزنم مزمون نمیزنم گیتار میزنی؟ گیتار میزنم گیتار خب برو بزن دیگه اینجا واسدی چی کار؟ آخه یکی بعد از نصف شب کجا برم بزنم؟ خسته شده و بسی رو بس بازی داره بودم بس تو دیگه ای نازر یارو همون دوایی هست دیگه بیه تا کاری در تو درده جیب شیفر بکار و بس تو دیگه راستی با من داشت نوشید حشمت الله خان بازرگان معروف وارد کننده اجناس لوکس بنده هم ناصر دلنواز آقا هم همایون خوشنواز خوشبختم از زیارتش آره زیارت قبول زیارت قبول آره تو راستی حالا یه خواهشی ازتون دارم قبول میکنین یا نه اگه از دستمون بر بیاد خواهش میکنم بفرمایید چون میخوام بریم به زندگیمون برسیم به زندگی ببینین آقا پسر الان درست یک بعد از نصف شب ساعتت غلط منم حالم خرابه میخوام همچین خوشک و نم نمک همچین قدم زنون بنده رو برسونین در خونمون بابا ای والا پس ما خودمون که برسیم خونمو های تاکسی پدر آمرزیده این یکی تاکسی هم را بفرما آسیزو برما حالم خرابه خرابه که خرابه لابو عدب بهتون حکم میکنه بقبول تاکسی بده میدم میدمش به تو
متشکرم. حبیبی خدمت خودتون باشه. خواهش میکنم. میگم نه نه لازم باشه. خواهش میگم بگی. خواهش میکنم. تو داری دست من رو کوتاه میکنی بگی. باید اون چه که من میگم قبول کنی. باید بگیر تقاضا اینو بگیر کارت نباشه پسر حسابی. تو داری دست من رو کنی اصرار نکنید آقا. شما گفتید منزلتون اینجاست. آره حالا که رسیدیم اجازه بفهمید ما بریم به کار زندگی اونم. آده نشد بگیر بدست من با آقا تعارف نکنید. مرا کنه میگم بگیر جون من بگیر مرگ من بگیر لال تقاضی ببین راستی جون اون مزگونت بگیر ده باش که آقای مزگون چی انقدر ناز نکن من به فدای ناز بیون من نکن مرگ من نکن بیگی میگم بیگی مگه بچه بیگی به تو میگم آقا ناصره قلعه باش حرف رمزه بایده اگه پور از حویدش بلش کن بریم دیگه ماما آه بیگی تو هنرمندی باش چه هنرمند قد بلندی هستی. خدا حافظ. خدا حافظ. بای بای. اینجا که دفتر کار منه. دفتر کار منه. دفتر کار امز کن چی؟ حرف جانم مزغونچیا من همون یارو حشمت الله خان تاجره. دوستی دین چی دوری؟ سلام میخواستم بهت بگم دو روز بود نصف آخری بود تو هم کاری نداری؟ فعلا که پول ندارم انشالله همین روزا بهت میدم. تو چه میگفتی معلمه سر خونه شدم و همین روزا پول دار میشم تو باید بازم ترکی معمول پولا رو گرفتی و داری به فقیر و بیچارا. بگی یا نگی همینطورم هست. دیروز 300 تومن پول گرفتم یکی از جوان مردای محل رو دیدم که برادرش مریض بیچاره وضعش خیلی بد بود. 300 تومن رو دادم بهش بره برادرش رو دوا و درمون بکنه. میدونم شوخی میکنی تو نه تنها احمق نیستی بلکه خیلی هم زرنگی. ناغلا پس این کیف پول چی بود گذاشتی تو جیبه؟ نخورده شکر نکن بابا جم. اولا کرایتو تا چند روز دیگه بهت میدم. دوما این کیف مال یکی دیگه است. دیشب مست بود تو جیب من گذاشته باید ببرم بهش بدم. اگه این طوره من اسمین آف میدم یعنی بازم بهت میگو اما احمق. خوبی از خودت بود. همه به من میگن احمق اما با همه این حرفا من کیفو میدم دست صاحبش. کار کارت خوبه کیفو در آن دارم رم کنید من دوز نیستم به خدا من کیفو شما رو ندوزیدم. دوزی پدرت هم دوزه. آقا دوزه جوره تا من کیفو شما رو بر نداشتم. من بر نداشتم آقا تو کیفو شما رو کیفه پولو در آن ببینم حق من بر نداشتم آقا کیفو در آن بله خفت بکنم در میاری یا نه؟ خواهش رو بکنم همه مردیم کیفو در آن بله خفت بکنم خفت بکنم اول کیفتو رو بگیری بعد خفش کنی. کیف من پیش شما چی کار میکنه؟ والا دیشب مست فرموده بودین کیفتون رو به زور انداختین تو جیب من. میدونستم شاگردم گیر پای خوردن دست شما درد نکنه. اجازه میدید پولا رو بشمارم؟ خواهش میکنم.
آدم پول تو کوچه هم پیدا میکنه، بعد بشماره که یه وقت کم نباشه. آره والله همینطوره. یه روز خود من توی کوچه پول پیدا کردم، همینطور نشمرده گذاشتم تو جیبم، رفتم خونه. وقتی رفتم خونه شماردم، دیدم 20 تومنش کمه. اما انشالله این پولا درسته. خدا پدرتونو بیامرزه، جون ما رو خرید. ولی نه، مثل این که خیلی هم درست نیست، 300 تومنش کمه. خب مانعی نداره، لابد لازم داشتی برداشتی. این حرفا چی آقا؟ من به پول شما دست نزدم، اشتباه میکنید. هیچ هم اشتباه نمیکنم. انگار میخوام 300 تومن ازش بگیرم که داره واسه من غیر و قنبیله میاد. منظورتون نمیفهم آقا، میخواد بگی 300 تومن شما من دزدیدم؟ نه خیر، بس من دزدیدم. اشتباه میکنید آقا، حرف دهنتون رو بفهمید، بی خود تهمت نزنید. میگم دیشب انقدر خورده بودی که چیزی حالیت نبود، کیفتو به زور انداختی تو جیب من. خب تو هم 300 تومن لازم داشتی برداشتی دیگه. میگم من ور نداشتم. زبون سرت نمیشه یا معذرت بخوای حالا من تو رو خفه میکنم. زود بکن نه، اول بگو تو اومدی دزدی میزنی، کیفتو آوردم دادم همه اومد دزدی هم میزنی، همه خفه میکنم. حالا من معذرت بخوام به کی تو اومدی دزدی تو کمه حالا خفه میکنم. به من مربوط نیست، به جناب سروان بگی. جناب سروان، بالاخره باید من چی کار بکنم؟ آقا من که بهت گفتم اگه زامن داری مرخصت میکنم، و الا باید همینجا باشی تا فردا صبح با پرونده بری دادسرم. آخه قربون، بنده که عرض کردم دست به پولای این پدر بیامرز نزدم. من نمیدونم پولش برداشتی یا نه، کتکش که زدی. بالاخره اگه زامن داری میتونی بری. جناب سروان، من دوست آشنا زیاد دارم، اما برای یه همچین موضوعی روم نمیشه به کسی بگم بیاد زامنم بشه. قربون، بابا ادعا داره که 300 تومن از تو کیفش برداشتی، کتکش هم زدی، باید بری دادگستری تا تکلیفت معلوم بشه. سلام. سلام حسن ناصرخان کوش. چه میدونم بابا، رفتم کلاس درش بسته بود. چی؟ در کلاسش بسته بود؟ فکر میکنی کجا رفته باشه؟ ها دوستش داری ها؟ باز کذیری کردی بود تربیت، برو بیکارت. خیلی خب میرم، چفلکی که دلی باخته. مریم بابا کاری نداری؟ پاپا میخوای بری دفتر؟ آره بابا جون کاری داشتی؟ چیزی نیست پاپا، یه خورده پول بهم بدین که بدم معلم موسیقیمون گیتار و سنتور بخره. خب بگو ببینم این چند وقته که من مسافرت بودم چیزی یاد گرفتی یا نه؟ حالا چقدر پول میخوای؟ والا نمیدونم چقدر لازمه، شما 700-800 تومن بدین، کم و زیاد بشه بهتون میگم. بیا بیا این 1000 تومن رو داشته باش، شاید برای چیزهای دیگه هم لازمت بشه. راستی پاپا یادم رفت بهتون بگم، یه روز اومدم ازتون پول بگیرم، خواب بودین، 300 تومن از تیکیفتون برداشتم. چی گفتی؟ تو 300 تومن از کیف من برداشتی؟ آره پاپا، پول میخواستم بدم به معلم موسیقیمون، خودم برداشتم. عجب. پس اون پسر مزگونچی بدبخت بی تقصیر بود. بی تو غریبم مریم جان، مریم بیا اینم ناصر خان که همش با فرشتی. سلام عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. نادر برو به خدیجه بگو خود میوه بیاره. میوه که رو میز هست، همچه خودمونه به هم بگو آقای نادر خان
جناب عالی سرخریم، بی زحمت بخشیم، ما هم بی زحمت میریم. من قبل از این که بپرسم دیروز کجا بودی، باید بهتون بگم دیشب تا صبح آروم باشید خانم، شما که دختر فهمیده هستید. شما هنوز خیلی چیزا رو نمیدونید و اینا به من حق میدادید که خیلی بیشتر از اینا ناراحت بشم. من فقط یه چیزا میدونم، اونم اینه که دختری مثل شما رو هیچ وقت به یه موزیسیان بیچیزی مثل من نمیشه. آه پس شما به من علاقه دارید؟ اگر اینطور باشه خیلی خوشبختم، اما نه. همینطور خانم، چون من و شما خیلی از هم فاصله داریم. ای کاش گرفتاری منم همین بود. پدرم یه نامزد برام انتخاب کرده که حتی از شنیدن اسمشم ناراحت میشم. کجا؟ او نادر پاپا هست؟ پاپا؟ نه رفته دفترش. آها مریم خانم کی هست؟ مریم خانم؟ نه اونم رفته خونه عمه خانوم هم، همه شون رفتن و منم با خودشون بردن. از این ور و اونم از اون بسیار خوب. سفر کنم در پی یار دیگر، میرم تو ببینم این چه مسخره بازی خواهرتو در برده. لا اله خدا بندا، ما نفهمیدیم چه هیزم تری به این دروچک سوختیم. کسر برو روزی کم کن. سفر کنم در پی یار دیگر. چیه؟ تو غریب و من نگاه نکن چشم گوشت باز میشه. برو غریب و مریم جان بی نصیبون، مریم جان بی تو غریبون، مریم جان. فعلا که داره گیتار یاد میگیره. حالا فهمیدم چرا هر روز منو دست مینداختن. بس بگو تو این خونه خبرایی و من نمیدونستم. خب هیچ معلوم است تو این خونه چه خبره؟ همش داد و بیداد. سلام از خونم، سلام از شردم. سلام حمید جون. بابا گلی به گوشه جماله، من چند روز از مسافرت اومدم، تازه امروز اومدی دیدن من. ای والا بابا، والا چی بگم، مثل این که امروزم بی خودی آمدم اینجا. این حرفا چیه؟ مگه چی شده؟ والا از روزی که شما تشریف بردید مسافرت، من هر روز آمدم اینجا همشون گفتن مریم خانوم نیستن، تا امروز که به زور آمدم اینجا. میبینم بله دختر خانم شما با این معلم موسیقی گرم گرفته و عشق بازی میکنه. جدی میگی؟ دروغ چیه؟ به هر حال من امروز آمدم بهتون بگم با این وضع نامزدی من و دختر شما از نظر من کلم یکونه. ناراحت نباش، همه چیز درست میشه. بیبریم بیرم آخه چی شده؟ چی دارین میگین آقا؟ من با چشم خودم دیدم که مردی که داره با دختر شما عشق بازی میکنه. پدرشو در میارم. بیبریم بیرم چی شده؟ بفرمایید آقا. ولی قبل از این که این منظره پتیو تماشا کنید میخواستم به شما بگم آقا جان یه کمی بذار بالا. بالا چی رو؟ کلاهتونو. الان پدرشو در میارم. برو بده. آقا از بالا منظره پتیو ببینید. از بالا، از بالا منظره پتیو. وای وای وای، آخه من که قبلم نبینید. رکاب میگیرم آقا، رکاب میگیرم. رکاب بکن، رکاب بکن. بذار برو برو.
بکش من این رکابو اون لنگه تو بده خاطر جمعش نابودش میبرد خوردش خوردش میبرد ای بای خیلی معذرت میخوام آقا جان جمع شد زودتر زود باش بفرمی تو پدرش نرمیه برو تو آتیجش میبینی میبینی میزنی میبینی یالا دیگه برو اهل عمل باش برو برو بی‌نصیب و مریم جان بی تو غریب و مریم جان به به باریکلا دختر بی تربیت این صدا چیه؟ تو تمرین گیتار میکنی یا یارو برات مریم جان میخونه؟ شرم نمیکنی؟ بابا چی شده؟ چرا عصبانی شدی؟ چی شده؟ پدر تو در میارم این مرد که مزغونچیه کو؟ ها؟ حرف بزن بابا مزغونچی کیه؟ اگه معلممون میگی که رفتش کجا رفتش؟ تو میدونی داری چی کار میکنی؟ آبروی منو پیش این جوان بردی و حمید خان از خودت رنجوندی بابا چرا توهین میکنی؟ مگه من چی کار کردم؟ چی کار کردی؟ تمامشو حمید خان از پشت شیشه دیده خلاصه بهت بگم اگه یه دفعه دیگه این معلمه بیاد توی این خونه قلمای پاشو خورد میکنم بابا اون دروغ میگه شما بیخود به من تهمت میزنی من این حرفا سرم نمیشه دیگه این مردی که حق نداره بیاد توی خونه حمید خان ازت رنجیده برو از دلش در بیاد مریم خانم تشریف داره مریم خانم هستم ولی چی؟ طوری شده؟ طوری نشده اما آقا به من گفتن هر وقت شما اومدین اینجا توی خونه راتون ندن توی خونه را ندین؟ بسیار خوب مانعی نداره بله مریم خانم هم گفتن چون یه معلم دیگه گرفتم شما رو لازم ندارم عیبی نداره پس لطفا اینا رو بدین بهشون خدمتشون رو عرض کنید که اون سازای منو بفرستن اینم بقیه پولشون خوشی بگید به شما درس میده آورده خودش گفت خودشو درونش کردم چون آقا دستور داده بود که هر وقت اومد اینجا درونش کنن تو غلط کردی چرای اجازه من این کاری کردی پدر تو در میارم خانم به من چه همین حالا آقا گفتن اگه این معلمه نمیدینم این رو میخوین چی اومد اینجا راش ندم منم درونش کردم بچه تو حرف میبسری بی معنی رو گوش میکنی به منم هیچی نمیگه Thank you.
آقای مزون چی؟ چرا امشب برامون نخوندی؟ چرا که انقدر ناراحتی؟ چیزی نیست که به شما مربوط باشه. تو رو به خدا دست از سر کچلمون برده. باز همین بازابه پیدا شده. آقا تو برکن بزن بره به کار داده که برای شما. نه به جون خودتون، من باید بدونم که این چشه. اگه بدونی چشه ولش میکنی بره یا نه؟ تو ببینی من فقط برای این اومدم که بدونم مزگون چی جونه چشه. دی عاشق یه دختر هست و پدر دختره خونه ویرونش کرده، معویدی یا نه؟ ده پدره غلط کرده، به گروه پدرت خندیده. بلش کن بره بایی باخش معیومه بای پسن. حیبونه که دلم براش سو خدایی حیف نیست جوونی هستی مزگون چیه عزیز منو کسی اخونش بیرون کنه. مزگون چیه عروسی میکنی ای جان دل بمیری تا شبه سالت بگیر دردت بجونم آرام جونم عروسی میکنی ای جان دل بمیری تا شبه سالت بگیر. سلام ناصر، من اومدم از اهانتی که پدرم به تو کرده معذرت بخوام. امیدوارم منو ببخشی. اختیار داری خانم، مگه شما خودتون دستور نداده بودین که منو تو خونتون راه ندن؟ دروغه، به خدا دروغه.
اینا همش کار حمید بدجنسه، به خدا قسم دروغه. سلام علیکم آقای حمید خان. سلام آقا، حال شما چطوره؟ الحمدلله خوب هستم. حال تو خوبه؟ ببینم کار اتاق تمام کردی؟ اما از خوله هم همه امرو حتما تمومش میکنم. ناصر دلم میخواد گذشته رو فراموش کنی. مریم تو میدونی که من دوست دارم، اما بعد اینم بدونی که من و تو هیچ وقت به هم نمیرسیم. نه ناصر، تو اشتباه میکنی، من تو رو دوست دارم. شخصیت و شرافت تو بیش از میلیارد ها برای من ارزش داره. مریم حرفای تو منو به زندگی امیدوار میکنه، اما زندگی من، کار من، مخص و مردمه. امیدوارم که حمید خان مرد ایدئالی برای تو باشه. والا آی دستلباز، من حاضرم این اتاقو ماهی 200 تومن اجاره کنم و 3000 تومنم الان بهتون سرقفلی میدم. 3000 تومن قبول دارم. خب اما ماهی 200 تومن کمه، چون مستعدری من دارد ماهی 150 تومن اجاره میده. یه خورده اجاره رم بیشترش کنید. حالا شما این 3000 تومن بگی تا 2 روز دیگم که اتاقو خالی کردی یه جوری به هات را میام. قول بهت میدم از مستاجری که داری من یه کمی بهتر باشم. به جونی خودتون، این مستاجری من از تمون مستاجرین بهتره. نمیدونی چه آدم خوبیه. آجان شما این 3000 تومن بگیر، من به شما قول میدم که راضیت کنم دیگه. آیه همین خان، ما یه چیزی میدیم به ناصر خان و راضیش میدیم. بسیار خوب. خب نمیفرمایید رسید چه بدیم؟ دارم باید دارم. دو سه روز دیگه میان پیشت، مفصل با هم صحبت کنیم. مریم مریم به امید دیدار. خدا تو رو از من جان جدا نسازد، اگر دل تو خواهد خدا نخواهد. خوش بود مرا ای زیبا با تو زندگانی، با وصال تو مستم از باده جوانی. لا 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 لا. اومدم یه خبر رو بدی بهت بدم. چی؟ خدا بد نده؟ نه میخوام اینجا رو بفروشمش. خب بفروش. به من چه ربطی داری؟ آخه میخوام در ظرفی امروز و فردا اینجا رو تخلیهش میکنی. هر وقت فروختی منم میرم جای دیگه، یا اون صابخونه رو رازش میکنم هم اینجا میمونه. ناصر جون حقیقتش این است که یکی پیدا شده است این اتاق ماهی 250 تومن اجاره میکنه، با 3000 تومن هم سرقفله. 3000 تومن سرقفلی میده. خب انشالله مبارکه. آره جونم، حالا از این 3000 تومن 1000 تومن به تو میدم که تو بردا اینجا رو خالیش کنی تا این مستعدل کربوچیری از دستم نره. 1000 تومن مال خودت. درسته که وضع من خوب نیست، ولی وضع تو و امثال تو از من بدتره. اما به شرط اینکه بازم نگی ناصر احمق بودا. نه پسر جون، احمق چیست؟ این کارا جوون مردیه، اونم تو که از همه جوون مردتری. بسیار خوب، من اینا رو جمع میکنم میذارم اینجا، میرم یه اتاق پیدا میکنم، بعد میام از بابام میبرم. ناصر خان عبدی، منم یه اتاق خیلی خوب سراغ دارم، نشونی میدم، شما برو اونجا. آره مریم، مجده، مریم، مریم کجایی؟ مجده بده مریم، مریم.
مجده چی رو بدم؟ آدرس ناصر خان رو پیدا کردم. چاش میگی؟ میدونی کجا میگیره؟ بغل خونه من خانم، پشت خونه خودمون. آها راست میگی؟ تو خودت دیدی؟ دروغم چیه؟ تابلوشم دیدم، خودشم الان از در اومد بیرون. خیلی خوب، تو برو دست تو حاضر کن. ناصر جان، باز هم از اهانتی که پدرم به تو کرده معذرت میخواهم. خدا میداند در این چند روزی که تو کلاست رو عوض کردی و به من هم خبر ندادی چه به سر من گذشت. ناصر عزیزم، از تو استدعا دارم پنج شنبه یعنی 4 روز دیگه ساعت 4 بعد از ظهر به میدان تهران پارس بیایی تا کاملا با هم صحبت کنیم. فراموش نکن، پنج شنبه ساعت 4 بعد از ظهر منتظرم. کسی هرگز تو را فراموش نمی کند. مریم. خدیجه، 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 بله خانم، فرمایشی داری؟ گوش کن ببین چی میگم. این کاغذی میدی به حمید خان. بله. این یکی رو هم میدی به ناصر خان، آدرسشی پشتش نوشتم. مواظب باش عوضی نشه ها. نه خیلی. حمید خان، آها. ناصر خان. خب. حمید خان، ناصر خان. اشتباه نشه. سلام آقای حمید خان. سلام جانم، مریم خانم هستن؟ بله هستن. خوب شد اومدین، من الان میخواستم بیام خونه شما. بفرمایید. چی شد؟ رفت جا؟ بفرمایید. بهش میگذی دختر؟ مریم خانم این کاغذ برای شما دادم. من میدونستم که بالاخره این دختر پشیمان میشه. آقای محترم، من کاری به این ندارم که شما به من علاقه دارید یا نه. قدر مسلم این است که من کوچکترین علاقه‌ای به شما ندارم و امیدوارم برای همیشه منو فراموش کنید و بدانید که ممکن نیست من و شما به هم برسیم. مریم. خب آقای حمید خان، من دیگه رفتم. ببینم اون کاغذی که قایم کردی مال کیه؟ این مال خودم، میخوام بفرستم برای مادرم. بده من برات میفرستم جونم. نمیشه آقا، میخوام بدم به یکی از آشناها ببره. دختر خانم، بده من اون کاغذو، من نمیخورم. بیه جونم اینو بگیر. بگیر. چیزی نیست آقا، به درد شما نمیخوره. این مال مادرته؟ عزیزم، باز هم از اهانتی که پدرم به شما کرده معذرت میخواهم. این که چیز مهمی نبود از من قایم میکردی. بیا جونم، بیا بگی. آها، بگی رو برو. دیدین آقا، منم گفتم چیزی نیست. خب دیگه با من کاری نداری؟ نه جانم. خدا خدا پس. ناصر جان، باز هم از اهانت و خدا میداند در این چند روزی که تو کلاست را عوض کرده بودی و به من خبر ندادی چه به سر من گذشته. ناصر عزیزم، از تو استدعا دارم که پنجشنبه یعنی 4 روز دیگر ساعت 4 بعد از ظهر به میدان تهران پارس بیایی تا کاملا با هم صحبت کنیم. فراموش نکن،
پنجشنبه ساعت 4 بعد از همونطوری که بهتون گفتم شماها در خونه ما کشیک بودی. هر وقت دختر من از خونه اومد بیرون دنبالش بریم. اگه من حاضرم جانم و فدا کنم. خجالت بکش. عشق من. چی شد آقا؟ چی شد؟ کجا میبرید آقا؟ کجا میبرید منو؟ جا! نزن مردم آقا! عرق کردم! به گور پدرم خندیدم که اگر تو من این دختر گرفتم نزن آقا! آقا! نزن! نزن آقا! مردم! آقا! نزن بیان کام! آقا! جون بگو بینم چطوری تصادف کردی بابا؟ ها؟ چیزی نیست جانم، به قول معروف میگن برای آدم ورزشکار این چیزا مهم نیست. اوه ببینم خیلی درد میکنه ها؟ آخه همین جون عوضش یه مژده بهت میدم که میدونم خیلی خوشحال میشی. میدونم. میخواید بگید برم بساط عروسی رو جور کنم و به این حرفام خاتمه بدم. از این مهمتر بهت نگفته بودم که رفتم یه آشی واسه این مزگونچیه پختم که یه وجب روغن روش واسده. یه وجب روغن روش وایسه؟ بله قرار بود یه آشی بپزی. اخ اخ ولی مثل این که نپختی. پختی اخ ولی روغنش کم بود. خب چیکار کردی؟ پس خبر نداری. دو نفر گردن کلفت و مأمور کرده بودم که اگه مریم از خونه اومد بیرون و رفت پیش مزگونچیه بگیرن یارو رو تا میتونن حسابی بزننش. شما حالا از کجا میدونید که موزیسیانه رو زدنه؟ به جان تو خودشون اومدن برام تعریف کردن و میگفتن بابا مزگونچیه انقدر رزملوک و دلخور بود که از ته دل زدیمش. خب حد این که این یارو موزیسیانه یا آدم پزبلوک و عوضیه حرفی درش نیست. ولی خب بعد چی شد؟ میدونی میگفتن
اینقدر زدیمش که صد دفعه گفت غلط کردم، فلان خوردم، به گور پدرم خندیدم اگه این دختره رو دوست داشته باشم. آها، اینو که راست گفته، صد دفعه که هیچی، بلکه هزار دفعه گفته به گور پدرم خندیدم، فلان و فلان و فلان خوردم که اگر این دختره رو دوست داشته باشم. خب گذشته ها گذشته، انشالله بعد از عروسی تو مریم این حرفام تموم میشه. آقا یه نفر اومده با شما کار داره. بسیار خب الان میام. خب همه جون من میرم الان برمیگردم، با هم میریم دفتر تا ترتیب عروسی رو بدیم. من رفتم. اونم برای کار مربوط به خوده. اومدم تو رو ببینم و در ضمن ازت خواهش کنم یه کار ساده ای واسم انجام بدی. حالا بگو ببینم این کار چی هست، از دست من برمیاد یا نه؟ کار مهمی نیست که از دستت بر نیاد، راستش اینه که میخوام بفرستمت کلاس موسیقی. چی گفتی؟ بری گیتار یاد بگیر. برم گیتار یاد بگیرم؟ راست میگی؟ آره شیطون، دروغم چیه؟ حالا فهمیدم که دوستم داری. ولی یه خواهشی هم ازت دارم. چیه؟ یعنی میخوام وقتی رفتی اونجا یه جوری با این یارو موزیسیانه گرم بگیری که هر کی شما رو ببینه خیال کنه دارین با هم عشق بازی میکنی. همین چی گفتم قربونت برم. امروز آمدم برای آخرین بار بهتون بگم که مریم خانوم بازم با این یارو موزیسیانه یک سر سری داره. چی داری میگی؟ حمید خان مگه نمیدونی دو نفر گذاشتم که تا مریم خواست بره پیش اون یارو به قصد کش بزننش؟ این کارو کردین، اما به قول شما این پسر مزغون چیه دست از سر دختر شما بر نمیداره؟ چندن این کارایی که آدم میبینه از مردم بایی چقدر عصبانی دستوردار نیشم؟ نخه، روزگاری به سرش بیارم که دباغ سر پوست نیاورده باشه. حالا اون دنبال دختر منه. آره جانم، پدرشو در میارم. از همه بدتر چیه؟ دیروز بر حسب تصادف با یکی از رفقا رفتم کلاس آقا. چی دیدم؟ دیدم کلاس آقا یک محفل عشقه. پسره محفل عشق درست کرده، نه کلاس موسیقی. به خدا مسخره است، والله افتضاحه. تو کلاسشو میدونی کجا؟ آره جان، به من نشونش بده، آتیشش میزنم، داغونش میکنم، خونشو خراب میکنم، پدرشو در میارم. ده نمیاری؟ ده میارم. ده چه فایده داره من به شما نشون بدم؟ مریم خانوم باید بیاد این صحنه ها رو ببینه تا دیگه دنبال این مردی که نره. به خدا آبروی خانوادگیتون در خطر آقا، مواظب باشی. مثل این که راست میگی. آره جانم، خوب فکر کردی، موافقم. دختره رو میبریم نشونش میدیم،
تا بدونه با کی طرفه. نه خودم پدرشو در میارم، آتیشش میزنم. همین امروز؟ بفرمایید به مریم خانوم بیاد اینجا تا به اتفاق بریم نشونتون بدیم. موافق، پدرشو در میارم. سلام مرمان، خوب شد اومدی، داشتم دیوونه میشد. بابا چیه تو هم داری ما رو دیوونه میکنی؟ الان چند وقته؟ هر روز قصه، هر روز هم بابا تو بخم، بخم تو دنیا به بخمه. چی میگی؟ تو که میدونی من اهل این حرفا نیستم، اما جریان این نامه منو ناراحت کرده. به منم این نامه رو میگم دیگه. به دوز شور با هر وقت تو رو دیدیم این کاغذ رو گرفتی دست تو داری قصه خیلی مرد. فعلا از تو خواهش میکنم اگه کاری نداری یکی دو ساعت اینجا باش، من برم بیرون یک کاری دارم. اتفاقا برم واسه همین اومدم اینجا که این کاری داشته باشی واسه انجام بدم. از تو اینجا باش، یکی دو نفر میان اینجا تمرین بکنم، مواظبشون باش تا من بیام. خیلی خواهش. بخند بخند تا همه به ریشت مدیر این کلاس شمایی؟ اخی چه قربون شمایی سم؟ الهی بله مدیر اینجا منم، بفرمایید. من میخواستم پیش خود شما خصوصی گیتار یاد بگیرم. پیش خود من خصوصی گیتار یاد؟ خب چه وانه ای داره یاد بگیر؟ زورم من هرچی بخواید میرم، اما به یه شب. چه شب؟ میدونید من هم میخوام گیتار یاد بگیرم، هم که چش خانم من هم گیتار یاد بگیرم، هم از این ویلون باتارا، همه اینجوری هم همه اینجوری هم اینجوری هرچی بخوای یاد بگیرم. خدا هم یاد بگیرم. پس اول گیتار رو شروع کنی تا بهتون بگم. بفرمید، اینم تابلوی کلاسش. بله بفرمید. خواهش میکنم. بفرمین جلو. شما بفرمین. حالا خواهش میکنم بفرمین جلو. اول بفرمین از شیشه یا سوراخ کلی تماشا داخل بشه. بفرمین. بله بله. شیشه قدتون نمیرسه قربون. از سوراخ کلی، از سوراخ کلی. ملاحظه فرمودید چه افتضاحیه؟ خلاف که عرض نکردم خدمتتون. ملاحظه میفرمایید قربان چه افتضاحیه؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر که در مقابل شما خانواده باشرف من سربلند شدم. الحمدلله. عصبانی نباشید، چیزی نیست، زود گذره. خوب موقعی متوجه شدیم. خانم شما هم بفرمایید جلو ببینید با کی طرفید شما. مریم بیا ببین چی میبینی. بیا مریم خانم، شما هم بفرمایید جلو ببینید ناصر عزیزتون چطوری اشبازی میکنه. بفرمایید بیا.
خانم من این صحنه ها رو زیاد دیدم، شما بفرمایید ببینید. بیا مریم جلو، بیا ببین نور عزیزت چی کار داره میکنه. بیا نگاه کن. خانم ملازم میفرمید مرد ایدئالتونو چطوری درس میدن، اونم درس موسیقی؟ آقای حمید خان خجالت نمی کشید؟ این آقا بود به من تعلیم موسیقی میداد؟ بله خانم، نمیخواد هاشا کنی. ملازم میفرمایید که آقا چجوری درس میدن؟ آقا شما حیا نمی کنید که اینطور با حیثیت من بازی میکنید؟ این آقا بود به من موسیقی یاد میداد؟ خواهش میکنم توهین نکنید، مواظب حرف زدنتونم باشید. آقای حمید خان توهین شما میکنید که همه رو مثل خودتون حقباز شارلاتان میدونید. کسی که به من درس موسیقی میداد انسانیت و شخصیتش خیلی بالاتر از شما بود. عجب. آقا هم شخصیتش و هم انسانیتش از سوراخ کلی تماشا کرد. آقا بفرمایید موقعش. آقا شما کی هستید؟ چرا بیاد دو دوباره دیتا شدید؟ مگه نمیدید داری تقریب کنید؟ من کی هستم؟ بله پدر تو رو در میارم. بی خود با دختر منم اینجوری تمرین میکردی؟ توهید میکنید چرا؟ عوضی گرفتی؟ حقه باز توهین میکنن؟ عوضی گرفتن؟ آره بیا یکی بزن پدر تو دارم یکی آه بس دیگه آی تو گیز کن آره گیز کن باره آی دور بس دیگه بس دیگه آره بس بگو دارم تیم گیتار دارمی بکردی دختر مردم تو کلاس درس اشمازی نکنم اما خدا گیتار بس 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 گیتار بازی بکردی اینطوری به دختر منم درس میدادی آی بس خانم خفت میکنم نه تو باق نداری باق 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 دست بردم لوزر نفید شد خدا عوضی گرفتی من عوضی هم من قلابی هم قلابی؟ بعد جنس بعد نکن چی؟ عوض میکنم میکشمت خلاقا بکشم نابودت میکنم گزد نامو ماخته داریم لوزر چرکیه الو تا جنو تویی؟ منتظر تلفنت بودم. خب چه کار کردی؟ همونطور که گفته بودی نوکرمونو فرستادم پیشش، قرار شد به عنوان معلم موسیقی بیاد شمرون تو باغ ما. گیر من راست میگی، قبول کرد. آره حالا قرار سر ساعت 5 شوفر ما بره بیاردش همونجا. قربونت برم تاجرو، خیلی ازت متشکرم. اما باید به باغونتون بسپاری که مزاحم نشه. خب پس من ساعت 5 میام. چی بگم نادر؟ باز اون دو نفری که بابا گذاشتی مواظب من باشن سر کوچه. میدونی این کار کیه؟ این کارا رو حمید خان میکنه نه بابا. نمیدونم حالا چیکار کنم. چیکار کنی؟ صبر کن تا بهت بگم. چی میگی نادر؟ چرا اذیتم میکنی؟ اینقدر سر به سرم نذار که هیچ حوصله ندارم. حالا بهت میگم چیکار بکنی. ما بی خودی موها رو سفید نکردیم.
بگم. محمد باش که بگم. دم نکنه دختره مارا چنان تو میدونم باید نه دختر عربابه چرا نایمه؟ والا ما از کار عرباب و دختر عرباب من میرم بگو هر وقت اومدن به من خبر بدن تا یه روز دیگه بیم. خیلی خوب. من که از کارهای تو سردر نمیشم. اون کاغذ چی بود نوشته؟ این کارها چیه میکنی؟ اولا من اون کاغذ برای تو ننوشته بودم و درستانی گفتم تو رو بیارن اینجا تا حقیقتو بهت بگم. عجب کاغذی که با خط جناب عالی به من رسیده شما ننوشته بودی؟ چرا؟ اون کاغذ من نوشتم اما نه برای تو بلکه برای حمید و یه کاغذم برای تو نوشتم ولی حمید بدجنس نامه ها رو عوض کرد. حالا فهمیدم. پس اون نامه شما که به من رسیده مربوط به حمید خان بوده؟ تا حالا ببرش تو باغ اینجا خوب نیست. در دل و جان جای
گرم که اگر پر برم از دل و از جان نرم تو که شده زنی به خرمن من بنشین بنشین به دامن من دون شب عشق دیدار تو مستم گل امید من بیا بیا نگار من بیا در آغوش من بزن زمه تو آتشم ببر از من دل و هوش من آتش افکن در آغوش من. آهای قاطی پادی شده ها پاشیم بریم شب شد پاشیم بریم فرقتون مثل اینکه نقشمون داره میگیره. فعلا تو با اون شناسنامه قلابی که داری فردا صبح میری بانک این دوتا چک رو نقدش میکنی تا بعد خودتونم قربونه تو دختر برم. خیلی خوب میرم. تو این به این قبله چی اونو هرچی مرده نمیدونستم که توی به من نشون میدادم. اشکالی نداره، اما دلم میخواد بدونم چرا میخواستی منو بکشی. چه میدونم آقا، یه ناکسی این چکو من داد نشونی دارم داد گفت وقتی ناکارش کردی برو عبان پولشو بیجی. بیچاره نمیدونسته که ما چند ساله با هم سلام علیک داریم. حق سلام علیک پیشکش واسه این که آدم آسوپاسی مثل حاجی این حرفا سرش نمیشه. اینو بگو که اون روز تر و خشکمون کردی، اون همه پول به هم دادی، تو داشت کوچیکم از مرد نجاتش دادم. به جون ناکان نمیشناسمه، آدرسش هم نمیدونم، تو رم بد بودی پیش من معرفی کرد و اینو برش نمی کردم بره. عیبی نداره، حالا بیا بریم تو خونه بگی بخواب تا صبح بریم بانک ببینیم صاحب چک کیه. خیلی خوب بریم جونم. بریم. چیز عجیبیه، هنوز هم برای من حل نشده. چی واسه حل نشده؟ آخه این همون خونه ایه که مریم رو درسش میدادن. ای بابا، حالا بریم تو ببینیم چی میشه. بری. آقای ناصر خان، مریم خانم نیستن اما آقا تشریف دارن، گفتم بفرمایید تو. آه.
چه کار از این آقا گرفتی ها پس آقا؟ نه با اون خیلی هم ناکستر بود. مزرون چی؟ دیگه چی میخوای؟ چرا دست از سر کچل ما بر نمیداری؟ برای اینکه جنابالی این چکو دادین به این آقا تا نصف شب تو کوچه دخل بنده رو بیاره. اون که چک به من دادی این نبود ناصر خان، یکی دیگه بود از طرف خودم. چک حساب مرده خودم، اما انگار امضاش با امضای من فرق داره. درست نگاه کن، چیز عجیبی امضا من رو جعل کرده، جعل کردن آلا امضا من رو جعل کردن، جعل کردن امضای منو. خدا کنه اینطور باشه. عجب حواسی دارم من. ای وای، برم ببینم نکنه دست چکمو دزدیده باشم. من که آدرس شما رو به ما داده. نمیشه. اون معلوم میشه آقا. نکنه یارو داره رول بازی میکنه. نه بابا. اون که چک به من داد خیلی از این فکستانی تر بود. الو. با رئیس صندوق کار داشتم. خود جنابالی هستیم؟ معذرت میخوام، من حشمت الله بی نیازم، میخواستم بدونم که راجع به اون اجازه بدید چکای شماره 73211 73212 اجازه بدید 73217 و 73207 از حسابم پاس شده یا نه. ناصر خان چیه؟ کار داره بیخ پیدا میکنه، معلوم میشه یارو انقدر پول داره که حسابشو نداره. پول شما چی؟ 50,000 تومان برداشت شده؟ آقا پس دیگه اگه کسی چک آورد پرداخت نکنین تا خبر بدم. پنجا هزار پاپلا مرتشن. خب تو نمیدونی چه که از کی گرفتی؟ چرا؟ میدونم از کی گرفتم، اما جاشو بلد نیستم. کسی که چکو بهت داد چی گفت؟ گفت که اگه یارو رو ناکارش کردی فردا برو بانک پولشو بگی. چرا؟ باید رقب حرفمو بزنم، اگه نه که چک مالیده است. آقای مزگون چی؟ تو میدونی کی باید دشمنی داره؟ من جز شما دشمن ندارم. آخه من کاره ای نیستم که دشمن داشته باشم. آقای مبارک، از شما این چک شما این. لابد از طرفش جنابالی این چک داده شده که من نصف شب از بین ببرم. آقا والله امضای منو جعل کردن. چک مال من هست اما من ندادم. امضای شما پایینه این چک شما دادی. آقا سلام. سلام حمید جون، چه خوشو گرفتم. این نمونه کارت عروسی رو آوردم خدمتتون، اگر می‌بینید یعنی اگه می‌پسندید کارتو من بدم کارتو چاپ کنن، یا اینکه عروسو بدم چاپ کنن، هر طور که صلاح میدونید. بسته به اینکه این کار باید چاپ بشه، اگه چاپ نشه که چاپ میدین چاپچی ها بیکار میمونن، اون وقت خیلی گناه داره. بله باید 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 در هر صورت من صلاح میدونم که بدین عروس با کار باید اگر صلاح میدونید من بدم کار تو عروسی کنه، اگه صلاح نمیدونید میخواین من و شما و با دخترتون رو هم میدیم چاپ بکنن که برای مهمونا خوب باشه. در هر صورت من مرخص میشم. میخواین عروس رو بدم چاپ کنم بعد شما قرار گیری کنید؟ این کلو بیان تو اینجا یا؟ چرا توهین میکنی آه؟ ما دیشب تا حالا در به در دنبال تو میکردیم. ده چطور شد؟ نفهمیدم. حالا میفهمی. چکو این به من داد و گفت اینو نفل کن. چی؟ چرا توهین میکنی آه؟ من امروز اولین باریه که قیافه شما رو میبینم، چرا به یه خانواده شریفی مثل من توهین میکنی آ؟ نوکت بزنم تو سرت که بره تو شکرت، شکرت هم بره تو آبنبار شریف. تو چکو به من ندی؟ آبنبار؟ چه کاری آقا؟ تو چکو به من ندیدی؟ پدر زن جان دستم به دامنت، بگو تو آبنبار من نندازه. بعد جنس حق باز امضای منو جعل میکنی و میری از من پول میگیری؟ آجان آجان توهین نکنید، من ناسلامتی نامزد شما. خب بشو.
یعنی نامزد دختر شما؟ من غلط کردم دخترمو با آدم کلاهبرداری مثل تو بدم. الان پدرتو در میارم. منو میکشم. تمام پولامو ازت میگیرم و میندازم تو زندون. نندازید آقا. نندازید. من نوکرتم. پدرتو در میارم. حالا فهمیدم این پولای من که کم میاد کجا میره. بعد پدرتو من در میارم. اگه اون خودت زندون نندازه من تعویض پاسبانت میدم. نندازید آقا. نکنید آقا. نبرید آقا. بفرمایید بفرمایید. خیلی خوشوقت شدم از این که به خونه من تشریف آوردید. خب حالا میفرمایید تو اتاقی همینجا تو حیاط بشینید. هر جور میل شماست. برای من هیچ فرقی نمیکنه. بفرمایید همینجا تو حیاط بفرمایید. شما هم بفرمایید. من علت اینکه شما رو آوردم اینجا واسه این بود که تلافی این همه فداکاری شما رو بکنم، چون هر دوتون زحمت کشیدین و آبروی خانوادگی ما رو حفظ کردین. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. حالا هر چی میخواییم اختیار دارید آقا. ما وظیفمون انجام بدیم. کاری نکردیم. این چه فرمایشیه؟ اگه این پسر کلاهبردار به مقصودش میرسید و به زندان نمیافتاد، آبروی خانواده ما رو میبرد. شما باید شدید. حالا هر چی میخواییم بگیم بهتون دو. خدیجه. بله. چایی بیار. آقا آقا ما به جون شما برای مزد اینجا نیومدیم. پس چه خدمتی من میتونم براتون انجام بدم؟ بگید تا بکنم. من فکر میکردم شما من آوردین منزل که به تعلیم مریم خانم و نادر خان ادامه بدم. آها چطور شد؟ مگه شما به مریم و نادر تعلیم موسیقی میدادیم؟ بله آوردم. بنده بودم که به هر دوشون تعلیم گیتار و سنتور میدادم. آقای مزگونچی شما بودید که حمید کلاهبردار میگفت عاشق مریم هستی؟ بله. حالا از من چی میخوای؟ چرا دست از سر من بر نمیداری؟ پاپا حواست کجاست؟ من میدونم ناصر خان چی میخواد. چطوری تاقا؟ چای میکنی؟ پاپا مگه نمیدونی؟ مریم جون و ناصر خان همدیگر رو دوست دارم. خب اینا که همدیگه رو دوست دارم، تو هم که اینا رو دوست داری، پس کی منو دوست داره؟ بابا همینجور باشدی. بابا ما همه شما رو دوست. بیا اینا رو دست به دستشون بده و بذار با هم برن یه قل قل بازی کنن. این سر تو که همه کارها رو خودت کردی دیگه، من بیام جیگار کنم. حق مبارک کنه. بفرما. او بذار بینم بیگی شما هم یه قل قل. مزگون چی عزیز، بالاخره کار خودت کرد. مریم دختر بسیار خوبی.